دکتر چرا در سرزمین ما انقلاب شد؟ انقلاب یک اتفاق اجتماعی است که در چارچوب رفتار جمعی قرار میگیره و برای او نه تنها تئوری بلکه نظریه و حتی بالاتر از اون قواعد علمی وجود داره. و بنابراین اگر شما یک مدل علمی رو یا یک نظریه علمی رو به من بدید، من میتونم اطلاعاتی رو که برای فرض کنید 50 سال قبل از انقلاب ایران بود توش بریزم و خدمتتون عرض کنم که نتیجه غیر از این نمیتونست باشه. حتی در صحنه داخلی بگذاریم و اشاره لازم است به دخالت و یا اهمیت و نقش خارجی، به بیان دیگه من این کار هم با انقلاب مشروطیت هم با انقلاب ایران کردم و حتی با حوادث اخیر اون رو مطرح کردم. من از یه مدلی استفاده میکنم که به عنوان مدلی است که نشون میده یک جنبش اجتماعی چگونه تبدیل به رفتار جمعی کلکتیو بیهیویر میشه و وارد یه مسیری میشه و از نظر من از مراحل ششگانه اگر بگذره در پایان کارش 2 یا 3 تا به اصطلاح احتمال بیشتر نداره و یکی از اونها اگر اتفاق بیفته وارد مسیر انقلابی خودش میشه و به نظر من شد. اگر بخواید میتونیم راجع به صحبت کنیم چون میخوام جوابی داده باشم. من تا اونجا میتونم به خودم این جرأت و جسارت بدم که در 1975 وقتی کتاب جامعه امروزم بیرون اومد در فصل 14 من چارتی داشتم یا در حقیقت یه تصویری بود که لغت زمان انقلاب درش بود تا این حد و درسی که در دانشکده علوم اجتماعی و چند مرکز دیگه میدارم که شاید بهش اشاره کردم اصلا رفتار جمعی بود. من بیش از 90% وقتم رو در برنامه های دانشگاهی که و درسی که داشتم به توریای انقلاب میگذاشتم و میگذروندم. پس بنابراین میشه اون بحث رو کرد. جواب بسیار مشخصه. به یک اعتبار انقلاب 57 انقلاب ایدئولوژی بود نه انقلاب اقتصادی. علت اینکه اون ایدئولوژی توانست شکل و فرم بگیره موضوع تنگنای سیاسی بود که اون تنگنای سیاسی بر اساس تصمیمی که در حقیقت از سال 53 گرفته شده بود 1956 یا 32 بعد از ماجرای 28 مرداد ادامه پیدا کرد و به اونجا ما رو رسوند. بنابراین اگر به من بگید کوتاه، که همیشه میدونید این بحثای کوتاه مختصر در خور انتقاد هست و انتقادم بهش وارده، ما انقلابمون انقلاب ایدئولوژی بود. میشه دگرگونی ها رو نشون داد. چا در برنامه قبلی هم اشاره کردم موضوع و مسئله اصلی تنگنای سیاسی بود، چون بالاخره من و شما اگر شما کنم من اگر قراره بمیرم یه جوری باید بمیرم اون گونه که حکومت سابق ساقط شد به دلیل تنگنای سیاسی مربوط به انتخاب خودش بود و بعدم شرایطی که در جامعه به وجود آمد. همین جایی نکته رو عرض کنم که ماجرای روشن فکری 2 تا اشکال رو در گفتگو داره. یکی این که واقعا مفهوم روشن فکر کیه، چون مفهوم روشن فکر رو نه با تحصیل کرده نه با کسی که در وسایل ارتباط جمعی حرفی برای گفتن داره یا ایده موافق و مخالف داره نه با کسی که در رشته های دیگر علمی تخصصی داره ولی در این زمینه کاری نداره نباید اشتباه کرد، چون مفهوم روشنفکری یه بار آگاهی روانی اجتماعی داره که این بار روانی اجتماعی شما رو باید برسونه به اینجا که تخصصی در این زمینه باید داشته باشید و الا جای گفتگو داره. البته معناش از این تخصصی نیست که باید عنوان و مدرکی داشته باشید حتی به دانشگاه رفته باشید. شما میتونید اهل مطالعه و کتاب باشید، از هر استادی هم استادتر باشید. پس این موضوع اول روشنفکریه، چون این یه گرفت. دوم، روزی که تکلیف روشنفکری مشخص شد اون وقت ممکنه من و شما به این نتیجه برسیم که ما خیلی با روشنفکر در ایران روبرو نبودیم. ما با تحصیل کرده روبرو بودیم، با آدم ایدئولوژی روبرو بودیم که ایدئولوژی هایی داشت، با آدمی که به هر حال نظر و عقیده‌ای داشت و یا قدرت و یا نفوذ و تأثیری داشت روبرو بودیم، ولی این بسیار متفاوت بود که تصور کنیم این دوستان روشنفکر بودن. هنوزم بسیار از اوقات وقتی بحث درباره روشنفکران میشه من پرسشم این است که آیا کسی که ایدئولوگ هست، آیا کسی که یه مفهوم ایدئولوژی رو میپذیره، آیا کسی که باورها و اعتقادات خودش رو
کاملا زیر سوال نبرده و درباره هر نظری که داره بیش از اونی که درباره عقیده و نظر خودش بدونه، درباره نظریات مخالف و مختلف نمیدونه. اصلا یه روشنفکر، ببخشید، روشنفکر کسی است که بیش از اونی که درباره عقیده‌ای که داره میدونه، درباره مخالفتش و مخالفت با عقیدهش میدونه. یعنی اگر من پیرو یه دینی هستم و روزی میتونم بگم که من واقعا این باور و اعتقادم رو به درستی پذیرفتم، که نشوندم 50 جلد کتاب اصلی مخالف رو خوندم و هنوز اینجا ایستادم. یه توضیح درباره شاید ضرورت داره عرض کنم. من روشنفکر کسی میدونم که درباره موضوعهای انسانی، روانی، اجتماعی، به طور کلی علوم انسانی آگاهی هایی داره و این آگاهی ها رو کاملا نه به عنوان یک ذهنیت که میتونم بهش اشاره کنم، نه به عنوان یک تئوری، حتی نه به عنوان یک نظریه وارد مرحله علمی کرده، چون اینا با هم متفاوتن و تمام مدت به دنبال کسانی است یا مطالبی است که عقیده و نظر او رو رد میکنه و در نتیجه آماده است، یعنی همکنون همه چیزی رو که داره از اول تا آخر میتونه نشون بده که به این اسناد و مدارک مرتبطه و آماده است که مخالفت رو بشه و دنبال اون حرکت میکنه، تا نه آدمی که یک یا ایدئولوژی به این معنا که میپذیرین مجواش خیلی عیب داره ولی اونا رو پنهان میکنه یا تفسیر و تعبیرهای عجیب غریب میکنه، یا دو اصلا فرضش این نیست چون هدفی داره و هدف وسیله رو توجیه میکنه، میتونه دروغ هم بگه، پنهان هم بکنه، تهدید هم بکنه، تحقیر هم بکنه. خب این اصلا قصه دیگه به روشن فکری چه ارتباطی داره؟ یعنی اگر شما الان به من بفرمایید و حتماً این از سوال از بنده کنید چون جواب خدمتتون نمیدم، که اسم 5 تا 10 تا روشن فکر ایران رو قبل از انقلاب یا همکتون ببر، سکوت میکنم، چون واقع مسئله آدم ها مطرح میشه که من براشون یه حرمتی قائلم که جز در یه شرایط خاص که خودشون نشسته باشند و آدم باشون بحث بکنه هرگز گفتگو رو باش باور ندارم. بعد به همجاز که هرگزم علیه هیچ کسی حاضر نیستم حرف بزنم، چون من برای انسان تقدس قائلم، برای افکار عقاید نه، این افکار عقاید میتونن بسیار پلید و ویرانگر باشن. شما گفتید ما به سال 57 رسیدیم به دلیل تنگنای سیاسی. یک دلیله، یعنی دلیل اصلی داخلیش. بله، دلیل اصلی داخلیش. این تنگنای سیاسی داخلی از جانب حکومت حقنه شده بود به جامعه، یا نه جامعه روشنفکری ما هم در این تنگنای سیاسی نقش داشت؟ یعنی نمیشود یک علت رو پیدا کرد، یک سو رو پیدا کرد. من خیلی مایلم بدونم که چرا به هر حال، حالا وارد تعریف دقیق روشن فکر نمیخوام بشم، چرا فقط تعداد محدودی بودند که صدای پای فاشیسم مذهبی رو شنیدند؟ چرا ما همیشه از بعد از 28 مرداد هم ما یک خلیل ملکی رو داشتیم که در حاشیه قرار گرفت؟ بله درسته، آگاهیاش فوق‌العاده است. بله. ولی ما در سال 57 فقط تعداد محدودی مثل مصطفی رحیمی، احمد شاملو، یه همچین کسانی رو داشتیم این صدا رو تشخیص دادن و فهمیدن. هم شاه و هم شیخ و هم شاب، یعنی جوان یا روشنفکر، هر سه گرفتاریشون گرفتاری روانی اجتماعی است که مربوط به انسانه. اشکال کار اینه که بشریت در طول تاریخ با حس و هوش و تخیلش دو چیز رو ساخته: احساسات و عواطف و هیجانات و باورها و اعتقادات، و این وضعیت در طول تاریخ ادامه پیدا کرد، اومده به 18 سالگی یا 28 سالگی رفته تا 80 سالگی. نتیجتاً چه شده؟ انسان یه موجود 7-8 ساله است که هر چه زندگی کنه اونو تکرار میکنه. به من بگید یه آدمی فرض کنید که 80 سالشه، میگم 9 دفعه 8 سال رو تکرار کرده. این 99% مردم بودن در طول تاریخ. اما از 2300 سال قبل یه نیرویی که به صورت خودکار در انسان کار نمیکنه ظاهر شده و اون عقل، یعنی rational mind و thinking، عقلی که بر اساس علیت کار نمیکنه، بر اساس اصل evidence دلیل کار میکنه، عقلی که به این دلیل آزاده، یعنی rational mind و thinking که آزاده، و این پدیده است که زمینه رو فراهم میکنه به دلیل آزادی برای اخلاق، برای مسئولیت، برای وجدان. این عقل از 2300 سال قبل در یه دهی پیدا شد. امروز از نظر من 20% مردم دنیا نسبتا عقل کاملی دارن یا نزدیک به اونن، یه 20% نیمه عقلی دارن. هنوز از نظر من 50-60% مردم دنیا عقل رو ندارن. حالا عقل چه میکنه؟ عقلی که بین 7-8 سالگی سر کلش پیدا میشه و میاد تا 18 سالگی یا 22 سالگی به کمال خودش میرسه، یه نگاه مجددی میکنه اگر بخواد، چون عقل
کمک میکنه که ما بریم سراغ واقعیت و از طریق عقلی که میره به کمک واقعیت بدن منظمش کنه بشه علم. بنابراین من حالا عقل رو دارم، واقعیت رو دارم و علم به معنی ساینس رو دارم. حالا انسان این که خودش رو بتونه از قید و بند احساسات و عواطف و باورها و اعتقادات 3 سال، 4 سال، 5 سال، 7 سالگی خودش آزاد کنه و همه اونا رو زیر سوال بره. یعنی من و شما تمام باورها و اعتقادات اون رو زیر سوال بریم. اعتقاد من راجب خدا، اعتقاد من راجب کشورم، اعتقاد من راجب دینم، اعتقاد من راجب مادرم، اعتقاد من راجب پدرم، اعتقاد من راجب همسایم، اینا رو زیر سوال ببرم و به دنبال اون احساسات و عواطفم رو عوض کنم. یعنی اون فیلینگ یعنی موشنی که داشتم، اون نظری که راجب شما به عنوان فرض کنید برادرم یا عموم داشتم که یه چیزی میدونستم، با واقعیت وجود شما آشنا بشم و احساس و اندیشه‌ای که من در مورد شما دارم به واقعیت نزدیک بشه. حالا من یه تجدید نظر میکنم، دیگه من یه آدم 7-8 ساله نیستم و بعد اون مفهوم روشن فکری که قبلا عرض کردم دائما در حال این تغییر و دگرگونی است. برای من در 30-40-50-60 سالگی 30-40-50-60 سالم نه همون موجود 7-8 ساله. حالا اشکال کار در یه جامعه مانند ایران این بوده و همچنان هست که چون اون رشد عقل و برداشتی که از واقعیت به صورت علم در میاد حداقل در حریم مسائل انسانی ضعیف بوده. شما همینقدر که وارد بحث مذهب میشید و فرهنگ میشید و سیاست میشید و خانواده میشید و پرورش و تعلیم تربیت میشید، به یک باره رگای گردن کلوف میشه و آنتنا بالا میره و حالا برچسب ها به روی شما شروع میشه. در یه همچین جامعه ای که بود خیلی بیشتر الان خیلی بهتر شده، شما جایی برای یه تجدید نظر اصولی اساسی ندارید. بنابراین منی که در 7-8 سالگی آمدم یه دینی رو پذیرفتم، خیلی اگر بیام تحصیل کرده و آگاه بشم ممکنه دینم رو بذارم کنار، اما تحمل پیرو دین دیگر رو ندارم. اگر آمدم یه زمینه هایی درست کردم که بعداً مخلوط شد با یه برداشت فرض کنید مارکسیستی که ما در ایران داشتیم، من با اونا میمونم. یعنی بسیار، نمیگم همه، یه بسیاری ماندن. بنابراین باورم کنید شرایط به وجود آمد که بقیه هم میفهمیدن میدانستن، اما موضوع اونها یه مخالفت بود، موضوع اونها یه برداشت بود. مثلا برداشت این بود که ما با یک امپریالیسم جهانی امریکا روبرو هستیم که هر کاری میکنه بد است و غلطه و باید همه جا به جنگش رفت، مهم نیست کار درست یا غلطه. این درست بس که شما آدم بدی هستید، حرف خوبم که میزنید من باید باش بجنگم. و درست عکسش چشمشون رو بستن به روی یک نوع امپریالیسم خیلی خطرناکتر مارکسیستی و وجود که دوربرشون میدیدن کشورها وقتی مارکسیست میشن چه میکنن، اما اون اینجوری توجیه نمیکردن. میگفتن نه، این چون در نهایت به اون جامعه بدون طبقه و به اون بهش میرسه، حالا اشکالی نداره با استدلال به این که هدف وسیله رو توجیه میکنه. و یا اصلا این مراحل عادیه، حتی خیلی راحت میپذیرفتن. ما این که با دیکتاتوری مخالفیم، حالا دیکتاتوری پلورتاریا رو قبول میکنیم برای یه مدتی. شما از این نگاه کنید به تجزیه و تحلیل ها. و شما، من همیشه بحثم با این دوستان چه در چارچوب مسائل مذهبی و یا فرض کنید مارکسیستی این بوده که اگر یه سیستمی ارائه میدید یه شرط داره که توش تضاد و تناقض، یعنی contradiction نباید وجود داشته باشه. آخه من چطور میتونم برای ایجاد صلح جنگ را بندازم، برای ایجاد دوستی دشمنی کنم، برای سلامت شما به شما آسیب بزنم؟ اینا قابل قبول نیست، ولی ما اونا رو پذیرفتیم. بنابراین شما با کی روبرو میشید؟ روشن فکر یا تحصیل کرده یا آگاه، وارد بحثش نمیخوایم بشیم، که همچنان گرفتار کودکی است، همچنان اون گونه است. متاسفم عرض کنم، هنوز میبینم، امیدوارم اشتباه کنم، امیدوارم اشتباه کنم. من هنوز کسانی رو میبینم که اگر اوضاع ایران بخواد عوض بشه ترجیح میدن عوض نشه، ایران به نابودی بره، ولی کسانی که اونا باش مخالف بودن یا هستن دوباره مثلا سر کار نیان یا قدرتی پیدا نکنن یا حتی آبرویی پیدا نکنن. اینجا گرفتاریم. امیدوارم اشتباه کنم، امیدوارم، بازم میگم، ولی صبح تا غروب تو برنامه رادیو تلویزیونی میبینم که آدما به استدلالاشون در مسیر انسانیت و اخلاق و یه مردمی نیست. نمیخوام معلوم بشه که باورها و اعتقادات من غلط بوده یا غلطه، و نمیخوام شمایی که من با تون دشمنی کردم دو مرتبه گفتم نه تا قدرتی،
آبرو و حیثیتی پیدا کنید و شما هم یک کسی بشید. جدال‌های ما از اونجا میاد و گرفتاری اونجاست. چرا؟ برای اینکه 7-8 ساله موندیم. چرا؟ برای اینکه عقلی که بسیاری دارند و علمی که بسیاری دارند به کمکشون نیامده که بیان باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفشون رو زیر سوال ببرن و وقت با مسائل یه جوری واقع‌بینانه‌تر نگاه